در پی مازگیری های سران و مقامات کشورهای اروپایی درباره مقابله با دخالت های و برنامه موشکی رژیم و همزمانی آن با ضرب آمریکا برای خروج محتمل از برجام یک دیپلمات سابق رژیم به نام بابند گفت اروپایی ها قبلا از برجام دوم سخن می گفتند. اما حالا بدون آنکه از برجام دوم اسم بیاورند می گویند سه موضوع تعهد دائمی به عدم دسترسی به سلاح اتمی توقف سیستم موشکی و همچنین دخالت نکردن در امور کشورهای منطقه جدای از برجام است. به گزارشی درباره نگرانی رژیم از چشمانداز تحولات توجه فرمایید. درباره پیامدهای شکست برجام و چشمانداز اوضاع حکومت آخوندی در سال پیش رو جمالی عضو مجلس رژیم گفت سال 97 سال سختی برای دیپلماسی ما خواهد بود. به ویژه درباره تصمیمی که قرار است ترامپ برای ماندن یا خروج از برجام بگیرد. در سطح منطقه‌ای عربستان با تمام قوا وارد جنگ دیپلماتیک با ما شده است. بحرین و برخی دیگر از کشورها همین وضعیت را دارند. همچنین برخی از سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان حقوق بشر به کشور فشار میآورند اینها در مجموع پیام مثبتی برای ما ندارند. خرم نماینده سابق رژیم در مقر اروپایی ملل متحد نیز می گوید، به نظر می رسد که ترامپ می خواهد شرایط را آنقدر شکننده کند که هیچ بهرهی به ما نرسد. اگر بخواهیم از امپیتی خارج شویم باید حساب کنیم که چه چیزی به دست می آید. اگر بخواهیم فعالیت های اتمی خود را ادامه دهیم، باز هم ممکن است خطرات و آسیب را متوجه ما کند. در این میان کیهان خامنه ای بیهودگی حرف ولی فقیه ارتجا در مورد اتاق جنگ را به تصویر کشیده و می نویسد یک آرزه نشناختن اتاق جنگ آمریکا راهندازی مرکزی همچون واحد اطلاعات مالی FIU در وزارت اقتصاد خودمان است تا اطلاعات با واسطه به اتاق جنگ در خزانه داری آمریکا برسد و اهداف جدید برای های بعدی تعیین شود. گروهی که مقاومت را بیهوده معرفی کرده و تسلیم را توصیه و ترویج می کنند در این جنگ عملا به دشمن کمک کردند و می کنند. از سوی دیگر رسانه های باند روحانی با پیش کشیدن موضوع حمله به جواد ظریف پس از سخنرانی در دانشگاه پلیتکنیک نوشتند، اینکه دلواپسی به جای استفاده از واجه ها و به کار بردن زبان و گفتگو لگت پراکنی کند، اقدامی بسیار شک برانگیز است و مسئولان زیرفت باید با دلواپسانی از این دست و کنندگان به ظریف برخورد کنند. روزنامه متعلق به دولت آخون روحانی به نام ایران نیز نوشت باید گفت که برخلاف ادعای آنها هم مذاکرات برجام کاملا مورد تایید مقام معظم رهبری بود و هم شخص محمد جواد ظریف حمله کردن همه جانبه به ظریف در شرایطی که تا تصمیم گیری ترامپ درباره برجام تنها ده روز باقی مانده است مسئله ای نیست که بتوان از کنار آن به سادگی عبور کرد